در این تصویر نکته ایست که هر روز شانس دیدن آن را ندارید. این تصویر در واقع یک فروند سوپر تامکت را نشان می دهد که بدون شیشه کانوپی در حال پرواز است. خلبان این تامکت، سرهنگ جف ویکرز، از اسکادران جنگنده VF-213 بلک لاینز و داستان اینکه چگونه او توانست بدون شیشه کانوپی در چنین شرایط غیرمعمولی لندینگ کند در نوع خود بی‌نظیر است. در سال 2002 ویکرز و اسکادرانش از محل خدمت اصلی جهت آموزش به کارمندان NAS نیروی هوایی جدا شدند، جایی که او وظیفه داشت به فرمانده گروه جنگ هوایی پرواز جهتیابی و نویگیشن F-14D را آموزش دهد. ویکرز به عنوان لیدر که مسئولیت پدافند هوایی گروه رزمی را نیز عهده‌دار بود، این شانس را داشت که پرواز با چندین فروند هواپیمای E-2C هاکای و EA-6B پراولر را تجربه کند و البته او عنوان می کند که خلبانان پراولر نمی توانستن برای او درد سرساز باشند. وظیفه او در این پرواز نشان دادن عملکرد و قابلیت‌های تاکتیکی تامکت بود، اگرچه این اولین پرواز او بدون حضور آرای او یا افسر رادار زبده و واجد شرایط کابین عقب بود، ولی او قبلا نیز با آرای‌های کم تجربه کابین عقب پرواز کرده بود. فرمانده گروه نیم ساعت پیش از جلسه بریفینگ وارد اسکادران شد تا خلاصه ای از جهت‌یابی کاکپیت و چکات صندلی ایجک را مرور کند. ویکرز و وینگمن او نیز پلن پروازی را در این اثنا به طور خلاصه مرور کردند. ویکرز میگه یادم میاد که به کاپیتان گفتم بعد از یک مانور جی اوارنس و تمرینی هواپیما را اینورت و وارونه میکنیم تا ایمنی کابین رو خیلی سریع بررسی کنیم. وقتی برگشتم و بهش نگاه کردم متوجه استرابی که داشت شدم. با لبخندی سردی ازم پرسید یه چک سریع در حالت اینورت؟ واقعا متوجه نبودم که وارونه آویزون بودن تو کابینی که بین ما و صحرای زیر پامون چیزی جز یک شیشه کانوپی و 11000 فوت فاصله بیشتر نیست، ممکنه راحت ترین موقعیت واسه یه افسر جنگ الکترونیک نباشه. ویکرز به فرمانده جنگ الکترونیک گفت در طول پرواز باید عملکرد F-14D را به صورت دمو و سپس چند رهگیری هوایی و در نهایت سوخگیری هوایی از هواپیماهای سوخرسان استری واکینگ را نیز انجام دهیم. بعد از تیکاف ویکرز سرعت هواپیما را چک کرد و پس از حصول اطمینان از رسیدن هواپیما به سرعت 300 نات که جهت چک کردن تامکت توصیه می شود با یک رول سری هواپیما را وارونه کرد. ویکرز میگه واقعا قصد نداشتم نیروی بیش از 3 تا 5 وارد کنم، فقط به اندازه ای که اگر تو کابین عقب چیزی رو به درستی ثابت و مهار نکرده بود تو کابین عقب معلق بشه. با خودم گفتم اگر تو یه چنین مانور ساده‌ای احساس ناراحتی کنه، خب به مراتب بهتر از زمانیه که در شرایط واقعی جنگی باشیم و با شیرجه به سمت زمین میایم و میخوام یه موشک راداری رو دیفیت کنیم. به محض اینکه ویکرز هواپیما را با فشار بر استیک معکوس کرد، صدای انفجاری به همراه زوزه شدید باد شنیده شد. کاکپیت پر از دود شد و ناگهان فشار کابین از دست رفت. ویکرز میگه اولش فکر کردم سیستم کنترل تهویه ECS از کار افتاده و با خودم گفتم حتی تا حالا همچی چیزی گزارش هم نشده بود. 30 ثانیه بعد از این ماجرا هواپیما رو به حالت نرمال برگردوندم تا موقعیت رو بررسی کنم و ببینم چه اتفاقی افتاده. از چیزی که دیدم شوکه شدم. در رادیو اعلام کردم موقعیت اضطراری، موقعیت اضطراری، افسر کابین عقبم ایجک کرده. این تماس آنقدر عجیب بود که خدمه زمینی از ویکرز میپرسند آیا خدمه هواپیمای وینگمن ایجک کرده اند؟ به دلیل کنده شدن کانوپی صدای زیادی در کابین میپیچید. ویکرز با چرخشی چتر نجات افسر کابین عقب را دیده و سپس با رادیو به وینگمن درخواست بررسی میزان خسارات وارده به سکان عمودی هواپیما را میدهد که خوشبختانه آسیبی به هواپیما وارد نشده بود. ویکرز با کاهش سرعت به سمت پایگاه مادر تغییر جهت داده و به سلامت لندینگ کرده و مورد استقبال زیادی قرار می گیرد. افسر کابین عقب نیز با جراحات سطحی به بیمارستان منتقل می شود. در اولین دیدار ویکرز با افسر جنگ الکترونیک کابین عقب متوجه نکته جالبی می شود. ویکرز از شنیدن این جمله از افسر کابین عقب که او حتی نمی دانسته در حین پرواز
دست خود را کجا قرار دهد شگفت زده شده بود. او دست خود را مشت کرده و در کنار ران، یعنی حدود 2 اینچ دورتر از اهرام صندلی ایجک قرار می داده است. ویکرز می گوید گفته های افسر جنگ الکترونیک برای منی که 95% زمان پرواز استیک و اهرام تراتل در دستانم قرار دارد غیر قابل باور بود. تحقیقات بعدی نشان داد که در زمان اینورت شدن هواپیما و جابجا شدن اندک افسر جنگ الکترونیک به سمت پایین، او احتمالاً با چنگ انداختن به اهرام صندلی ایجک سعی در حفظ تعادل داشته و سهواً اهرام را کشیده و در همان حالت معکوس ایجک کرده است.